درود به روی ماهتون. خوش اومدید به آخرین ویدیو از چنل پی، از سری اول چنل پیک می، یعنی دارک سولز پریپر تو دای ادیشن. اینترو ویدیو رو گفتم بریم یه جای دیگه که اینجا چه جایی بهتر از اینجا. اینم خودمم، کسی دیگه این نیست، فقط تیپم عوض کردم. وسط پی وی پی بودم با دوستام، رفت حالا کرک آنلاین رو بگیر، بالاخره میتونیم بریم توی محوطه چی میگن پی وی پی آرتوریاس با هم پی وی پی کنیم. اونجا داشتیم با هم پی وی پی میکردیم و یهو گفتم بیا میرم رکورد کنم، و حالا که میبینی دستم گرم شده تو گیم، چون من از مدت ها بود بازی نکرده بودم، بعد از مدت ها بود دوستام رفتیم پی وی پی، دستم گرم بود، گفتم حالا که دستم گرم بیام این آخرین اپیزودم رکورد کنم و پرونده دارک سولز رو ببندیم. فعلا اینجا میخوام حرف بزنم، خودتون میدونید میخوام تو این ویدیو چیکار کنم، و میخوام برم بله گرین لورد آف سیندر رو بکشم. این تیپ هم میگم خودم، هم کسی دیگه این نیست. تو ویدیو قبلی که شورت ویدیو بود، یه سری ویدیوهای افراد دیگر رو برداشتم و کردیتشون هم پین کردم. اوکی، چه کامنت ها. خلاصه این آخرین ویدیومونه از دارک سولز پیپر تو دای ادیشن احتمالا، یعنی از این واکترومون، و یه جورایی میشه گفت که آخرین ویدیومون که مثلا شاید ویدیوهای بیشتری هم از این گیم داشته باشیم، ولی به هر حال دیگه از واکتوری که حالا گرفتم و ادامه نمیدم. خیلی دوست دارم سر 20 اپیزود تموم شه و دیگه بیشتر از 20 اپیزود ادامه پیدا نکنیم. یعنی روندی هم هستش و عالیه. درست. خلاصه این ویدیو قرار نیست زیاد طولانی باشه، یکم هم حرف میزنیم. دلیل نبودنم که خب یکم امتحانات بود، زیاد درسم نخوندم برای امتحانات، منطقه یکم امتحانات و سری کلاس های دیگه با هم قاطی شده بودن، وقت ویدیو دیگه نداشتم، ولی همین الان اومدم واسه تون گذاشتم. احتمالا توی این تایم امتحانات حالا خیلی هاتون هم نبودید دیگه، به هر حال چه من میذاشتم چه نمیذاشتم ویدیو زیادی قرنم رو بخوره. اوکی، بریم گوین لورد آف سیندر رو بکشید. و من برای این حالا این باس آخر واکترومون، این واکترومون خیلی طولانی شد، 6 ماه طول کشید تا من دو تا 20 تا دونه ویدیو رو آپلود کنم. 6 ماه طول کشید، واقعا زیاد شد. 1009 اتفاق مختلف تو کشور، تو جهان، نمیدونم همه جا افتاد، و خلاصه زمین و زمان و طبیعت و کائنات و همه چی دست به دست هم دادن تا این واکترو طولانی و طولانی تر بشه. مثلا سیستم عوض کردم اون داستان. و هر حال احتمالا این آخرین ویدیومون با این میکروفون مزخرف موبایلی باشه. از فردا اگه تیپاکس لاشی بازی در نیاره، فردا میکروفون جدیدم میرسه و ویدیوهای بعد از این واکترو رو با میکروفون خفنی آپلود میکنیم که حالا اسمش هم واسهتون میذارم. آنباکس که قرار نیست بذارم، من اصلا از آنباکس خوشم نمیاد، ولی چه ویدیو بعدی اسم میکروفون واسهتون میذارم و تست میکنیمش با هم. به هر حال حرفا ماتون تمام شد، بریم سراغ موضوع اصلی ویدیو، چه کشتن گوین لورد آف سیندر. نمیخوام ویدیو رو خیلی طولانیش کنم، با اینکه مثلا خام ویدیو 30 دقیقه است. حالا من با اینکه یه چالش هم واسه خودم گذاشتم، چالش نمیذاشتم، همون 5 دقیقه 10 دقیقه گوین رو میکشتم. گوین با اینکه قوله محله آخله به قول گفتنی، ولی اصلا سخت نیست. حالا در مقابل باسایی که ما تا اینجا کشتیم تا به اینجا برسیم، هیچی نیست. یعنی یه جور موب از همیشه بهش گفت تا باس فایت. ولی به هر حال حالا من برای اینکه هم گوین انقدر باس فایتش راحت بود، هم یه جنبه دراماتیک و تراژدیک و اینا داره، میخوام با آرمور اول گیم برم گوین رو بکشم. حالا وپن و سپر اول گیم که دیگه نه، ولی با آرمور اول گیم میرم گوین رو بکشم. و من وسط این چالش به گو خوردن افتادم، چون فکر میکردم گوین خیلی دیگه ضعیف باشه، ولی خب دیدم که نه، مثل این که آرمور اول گیم رو بپوشی اونقدر هم ضعیف نیست. و بله این وسط ها به گو خوردن افتادم، و ولی خب بالاخره کشتمش با همین آرمور اول گیم. وپنم نمیخوام بلک نایت هالبرد حالا بردارم و سه تا بزنم بمیره، میخوام کلا یه سه تا آتشین بردارم، یه دونه کوئلک فیوری سورد میگیرم با یه شیلد بلک نایت که بریم اونو بکشیم.
میگم از حالا بعد از این یه نکته دیگه هم هست، اینکه از این ویدیو به بعد و میخوام با پریمیر دیگه ادیت کنم دیگه، واقعا زشته که 20 تا ویدیو چنل، 23 تا ویدیو چنل بذاره و هنوز با ادیتورای مزخرف موبایلی و کلا در پیت ادیت کنه. هم میکروفونم هم درست میکنم از ویدیو بعد، هم با پریمیر میام. خلاصه یه آپدیت خفنی میشه چنلمون. بنده واسهتون هم تعمیر کنم. خود این ویدیو رکوردایی که من الان دارم روشون حرف میزنم همه مال همون اولای چنل 6 ماه پیش، مثلا 4 ماه پیش هم که تو این رکورد نه، این مال یکی دو ماه پیشه، ولی به هر حال یکم مثلا چنلمون عجیب شده. اون ویدیوی که 240 تا فکر کنم ویو خورد و بعدش من پرایوتش کردم، چون که شیپ چنل داشت به هم میزد، یه ویدیو گذاشتم درباره دلاگون کالامی 240 تا ویو خورد، یعنی کل چنلم یه طرف، اون ویدیو یه طرف، ولی خب من اونو پرایوت کردم و به خاطر اینکه نمیخواستم تعداد ویدیو هم به هم بخوره. 20 تا ویدیو درباره دارک سولز، 3 تا هم شورت ویدیو درباره دارک سولز فعلا، یعنی 20 تا ویدیو ما واچ ثرو گذاشتیم، 3 تا هم شورت ویدیو آموزشی گذاشتیم. نمیخوام این عددش و روندیش و تمیزیش به هم بخوره، برای همین اونو پاک کردم، احساس کردم اضافیه، مگرنه خیلی ویو خورده بود. اگه من هم فکر ویو بودم اونو پاک نمی‌کردم. راستی اینجا داشتم کیل فارم می‌کردم، بهتره اینجا رو من واسهتون رد کنم یه جورا یا سریع کنم تا سریع رد شه. اینجا می‌خواستم کیل فارم کنم تا یه چیزی فکر کنم از اون یارو زیر پلیه بخرم. اوکی رد کردم و قرار نبود مثلا اینکه چیزی بخرم، فقط قرار بود با این پولش آرمورامو تعمیر کنم. نمیدونم واقعا این واقعا اینقدر پولی که حالا با این سولش آرمورامو تعمیر کنم، این واقعا اینقدر سول احتیاج داشتم بنام. فکر کنم می‌خواستم شیلد می‌خواستم آپگرید کنم، شیلدم می‌خواستم آپگرید کنم. آره گفتم حالا آخر گیمی هر چی دایم نریم یوز بدیم دیگه به چه درد می‌خوره بعد گیم. این پی وی پی هم که رفتم با دوستام کردم، آخرین پی وی پی این اکانت فکر کنم، این حالا سیف فکر کنم بود، چون که گوینو بکشم میرم توی نیو گیم و دیگه وارپ ندارم برم پیش آرتوریاس محوطش و حوصله هم ندارم نیو گیم رو برم تا نیو گیم 6 یا خیلی تا نیو گیم زیادی رفتم توی سیف قبلی و واقعا دیگه حوصله نیو گیم ندارم. اوکی تعمیرم کنیم وسایلا رو و آپگرید میخوام. حالا من گفتم میخوام با آرمور اول بازی برم، ما با همین آرمور طرف ما رو نفرین کرد، طرف ما رو زندانی کرد، با همین آرمورم هم میخوام برم بکشمش، ولی نگفتم قرار نیست آپگریدش کنم. تا ناموس، تا جایی که داشته باشم مواد و متریال داشته باشم، من این لباس و این شیلد و این وپن آپگرید خواهم کرد. چون که واقعا اگه همین کارم نمی کردم وسط ویدیو کلن چلنج رو کنسل می کردم و اصلا شما خبردار نمی شد که من قراره همچین چلنجی بذارم. اوکی شیلدمون مکس شد و دیگه شیلدی رو دستش نیست دیگه، شیلد اصلا بدی هم نشد، خیلی گالم اتفاقا شد. رینگ با رینگ فلیم خیلی راحت میشه گوینو کشت، ولی من اینجا رنگ دیگه برداشتم. چه رنگی بردارم؟ فکر کنم تنش فعلا اوکی باشه دیگه. آره یا نه؟ نه 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 نه، این آرمورمون خودش فلیم پروتکشنش اوکیه، فکر نکنم دیگه بخوایم الکی رنگشو بزنیم، چی میگن استیل پروتکشن بزنیم بهتره. ماجیک هامونم که بچه ها در کمال تعجب گوین با این که حالا مثلا خیلی آتشین و حاته ولی به آتیش حساسیت داره و شاید باورتون نشه، ولی من اینو از منبع موثق آوردم و درسته به آتیش حساسیت داره. خب اینم جایی که میرسیم به گوین. یو نه مالا انیمیشنشه. اگه شما مثلا با اون ماری که من گفتم باش اینتراکشن داشته باشید و باش چی میگن بیعت کنید، نمیدونم این چرا به ذهنم اومد، باش رفیق بشید، اگه حالا اون با اون چی میگن همکاری میکردید، اون الان اینجا بود و شما رو میآورد پایین، ولی من چون خیلی ایگنورشون کردم دیگه خودم میپرم پایین و سیو میشم.
حالا اگر هم مثل من ایگنورش کرد به پرید پایین سیف میشید. بله لین آف ده فرست فلیم، اینجا پر از خاک، کوه خاکستر کلا اینجا خاطر یه سری اشتباهات. حالا بچه مشکل من اول که این چالنج رو طراحی کردم گفتم خب گوینه دیگه مثلا خیلی راحت قرار بمیره، ولی یادم نبود که قبل از گوین قراره با یه چند تا بلک نایت هم مبارزه کنیم که بعد اینجا پری هم میکنم. و این بلک نایت ها بیشتر رو مخ من بودن تا خود گوین. خود گوین هیچ گوی نبود. من حدودا فکر کنم 6 یه عدد زیادی فیل شدم این چالنج رو، ولی همش رو واسه تون نمیذارم، یه سری مرگ هم واسه تون گلچی میکنم و خود فایت اصلی رو بعد با هم میبینیم. و آخر بازی هم بهتون بگم که دارک سولز حالا پیپرز دا ایدیشن یا اون ریمستر اگه بعضی بازی میکنید بهتون بگم که دو تا پایان داره و بعد واسه تون پایان ها رو آخر بازی توضیح میدم و یکیشو به خواست خودتون انتخاب کنید. انتخاب خودم بهتون میگم. اوکی از هر نوع بلک نایت اینجا هست، بلک نایت با هالبرد، بلک نایت با سورد، بلک نایت با گریت سورد، بلک نایت با اکس، بلک نایت با گلاک، بلک نایت با نایف، هر چی فکر کن اینجا هست. ولی خب ما با این ست اول بازی هم اینا رو میزنیم. این مثلا گریت سوردش خیلی یوبسه، یا اون اکس دارش گریت اکس اکس چی اونم خیلی یوبسه، خیلی هاشون خیلی یوبسن، فقط این سورد دارش رو مخه با همون هالبرد دارش، بقیهشون راحت میشه کش. نکن میری بک استپ میکنی دمیج زیادی نمیخورن چون که اینا یه جورایی آرمورشون در مقابل آتیش مقاومه، ولی میمیرن دیگه بالاخره، یه فیزیکال دمیج هم میده دیگه، اینطوری راحت میمیرن. شما اگه میخواید میتونید چلنج منو برید، اونقدر هم سخت نیست که مثلا درگیرش بشید، مثلا یکی دو ساعت یک ساعت مثلا شما رو از چی میگن اتفاق اصلی عقب میندازه، ولی چلنج باحالیه. من که خیلی دوستشم این کار بکنم. شما میتونید با همون آست اصلیمون که خیلی گاد و اوپیه برید و کلا ترای اول شخم بزنید اینجا رو جارو کنید، مثلا دمجتون از اون چی میگن بار اولی تقسیم به 3-6-10 تا بار میشه الان ایش به ما دیگه، یه بارتون هم کم نمیشه اگه مثلا با اون آرمور این داستان رو بیاد. اوکی اینجا بریم برای کشتن گوین. یکم اینجا فکر کنم نویز داشته باشه، دارم جوم رو عوض میکنم. اینجا باز دو سه تا بلک نایت هستن و بهتون بگم این قسمت که حالا من دارید میبینیدش اینجا همین دقیقا همین قسمت، اگه کوستلاین سولی رو کامل برید، کوستلاین رفتنش هم منظورم این نیست که خیلی کار خاصی کنید، هم فقط هر لوکیشنی که دیدیدش باش صحبت کنید، همین همه جا دم هر باس فایت که دیدیدش باش صحبت کنید کوستلاینش کامل میشه. اینجا تو اون قسمت که بهتون نشون دادم سولی میاد کمکتون، که من یادم رفته مثل اینکه باهاش صحبت کنم، دوست داشتم سولر بیاد کمکم، ولی خب میگم گوین باس فایت سختی نیست، فرقی نداره حالا چه بیاد چه نیاد، فقط جنبه داستانی داره دیگه کمک کردنش و اینا. پس سولر تنها باسیه که باس چی میگن باس کیه بابا، تنها کاراکتریه که توی این باس قرار کمکتون کنه، هیچ کاراکتر و هیچ ام پی سی حاضر نیست بیاد با گوین مبارزه کنه به جز سولر داشم، سولر سفردار، سلطان غم، مشتی، کشتی، کاپیتان کشتی، پرطرفدار، اصلا چیریکی، پرچم بالا، فیزیکی، خدا. خیلی خوب، خلاصه میگم اینم هالبرد دارشه، انواع بلک نایت ها، آبی، قرمز، کریستالی، گلاکدار، پردار. آنساب نکنید بچه ها، یکم رو مخه دیگه، همین منو نکشه گوین نمیخواد منو بکشه. میگم گوینی همچین فازی باهاتون فایت میده اصلا نمیشه بهش گفت باس فایت. البته من اینا تا قبل اینکه وارد گیت باشم میگفتم و الان دیگه نمیشه. میبینی از پشت شیلد که اصلا هیچی، مثلا اگه هیوی اتاکم ندی باز دمیج خیلی کمی میکنه، مکن 140 تا. ما الان بلک نایت هالبرد داشتیم با همین دوتا ضربه کشته بودیمش.
نیاز نبود انقدر خودمون اذیت کنیم. اوکی بریم تو گیت گوین. پاور ویتین هم میخورم. ببین من گفتم با آرمور اول بازی، من نگفتم قرار نیست که این پایرومنسی های خوشگل هم که تا الان زحمت کشیدم برایشون 300 کیسول برای ویپن هم دادم و کلی پول به خاطر اینا دادم و مصرف نکنم. اینجا من اصلا انتظار نداشتم گوین انقدر سری خشن سری و خشن بیاد تو کار. من فکر کردم خیلی یوبس قراره بیاد. من اون پرش اولش هم یادم رفته بود کلن. اینجا سپرایز شدم، فقط داشتم بولی می شدم. لیکس پتر وای یو وات هیز دوین وای یو بولی می یو فاکن بیچ وای یو بولی می ایوریوان آسکین لیکویت وان Liquid asking you why you bullying me, you fucking noob. Team Liquid, stop. به به سلام دوباره. ما پاره شدیم تا به اینجا رسیدیم فکر. و من اون تعداد زیادی که فهمی کردم مردن فقط سه بار بود، مثل اینکه تیل مرگ بیشتری من پیدا نکردم. خلاصه سه بار مردیم، تحت تأثیر قرار گرفتیم و سپرایز شدیم. ولی خب این دفعه دیگه ما قرار نیست بمیریم و کس دیگه قرار بمیره، خودتون هم که میدونید. بله خلاصه بذار وایس رو ببینم تا مشکل ما داریم. اوکی خب اینجا گوین وارد داستان میشه و ما این حرکت میتیو کمانیمون رو میزنیم و کلن ببینید من معمولا این حرکت رو گوین میزنم هزارت ها رو دمیج میخوره. حالا من توی اون کرایه قبلی می هزارتا رو بهش دمیج دادم، همین قدم از جونش کم شد ولی باز اون منو کشت. این هزارتایه رو بهش می زدم اول که حالا فعلا هزارتا نشد. بعدش هم چند تا فایربال قشنگ همینطوری می زدم بهش. شیت آن را سیفت شد. من اینجا الان قبول بمیرم ولی چون رینگ فلیم یوز دادم، حالا بهتون گفته باشم من اینجا فلیم یوز دادم اینجا و بله اینجا فلیم یوز دادم. خلاصه به خاطر همینه که تا الان نمردم و زنده موندم. و میبینید که ذره ذره هی داره جون من کم میشه، انگار یه افکت مورینگ فلیم دقیقا همین کار میکنه. توی آن واحد دمیج رو نمیخورید ولی به مرور زمان دمیج رو میخورید، که من اگه یکم بیشتر سب میکردم یا مثلا این ضربهش به هم میخورد الان مرده بودم. و گوین مرد. باس آخر بازی مرد دوستان. جی جی یو یو سول داشتمون رو گرفتیم. خب درباره پایان ها بهتون توضیح بدم بچه ها. ما اینجا دو تا پایان داریم، یکی این که بشینیم سر این بونفایر نمیشته حالا سر رستین بونفایر و فلان و اینا، بشینیم رو بونفایر. دو این که برگردیم این مسیر رو. اول این پایان مربوط میشه به این که ما عصر آتشی که گوین شروعش کرده و کلا این لوردا شروعش کردن رو ادامه میدیم. دومی هم مال اینه که ما عصر آتش و کلن این لرد مردار رو پایان میدیم و عصر خودمون رو شروع میکنیم که توش خودمون پادشاهیم، چون خودمون همه اینا رو کشتیم و کلن دست اینا دنیا رو نجات دادیم. خب حالا اولین عصر، اولین پایان ما توش میمیریم، تمام این سولایی که از این لردها جمع کردیم قدرتاشون رو همه رو میدیم به این آتیش تا برای چند مثلا میلیون سال دیگه زنده مونه و علاوه بر این سول خودمون و جون خودمون هم بابتش میدیم. پایان دوم اینه که ما همه این قدرت ها رو میزنیم به خودمون، تنگ خودمون، پنج برابر یه دونه لرد قدرتمند میشیم و یه پادشاهی جدید با مالکیت خودمون شروع میکنیم و همه باید جلوی انمون سجده بزنن. این پایان دومه. پایان اول توش به من پیشنهاد من پایان دومه، چون که میدونی چرا ما گیریم مردیم، تمام سول و اینامون هم دادیم به این بونفایر که عصر آتش رو پیدا کنه و روشنایی وجود داشته باشه. حالا نکته بعد پایان دوم اینه که روشنایی از بین میره و تاریکی شروع میشه. ولی تو پایان اول خب بالاخره که قرار تموم شه این عصر آتش و این قدرت های حالا این سولای این باس فایت ها اینا کلا بالاخره یه روزی قدرتشون تمام میشه و یه روز این عصر تاریکی شروع میشه. چرا که نه، چرا ما شروعش نکنیم، ما پادشاهش نباشیم و ما به صورت جاودانه تا ابد ما شروعش نکنیم؟ چرا ما باید جونمونو بدیم؟ چرا ما باید میدونی چرا ما باید خودمونو فدا کنیم تا
یک مثلا میلیون سال دیگه ادامه پیدا کنه این عصر کثیف. نه، من نظر من بهتر دنیا تاریک و بدون نور باشه تا اینکه مثلا یه مدت محدودی فقط عصر آتش باشه. شاید دوباره عصر آتش خفنی شروع شد بعد این عصر تاریکی، چی میدونه. نظر من باید سرنوشت رو قبول کنیم، یه روزی که این عصر آتش خاموش میشه و ما باید بریم عصر تاریکی رو شروع کنیم. من که انتخابم اینه، برمیگردیم این راهو و عصر تاریکی رو انتخاب کنم. حالا شما اگه انتخاب دیگه ای دارید، کاتسین دیگه ای میخواهید دید، ولی من این کاتسین رو میبینم چون که من پایان دوم انتخاب کردم. اینجا هم همه اون مارایی که بودن و نبودن و ما دیدیمشون و ندیدیمشون و کلن هر کی توی دنیا هست جلوی ما سجده میکنه، چون که ما الان پرقدرت ترین فرد این داستانیم و خلاصه پادشاه ماییم. کسی که از تیمارستان فرار کرد، زد تمام لردار رو نوچه هاشون رو کشت و حالا پادشاه عصر خودشه و عصر اون رو پایان داد. بچه این بود از پایان دارک سولز. امیدوارم از این واکترو، نه از این اپیزود، از این واکتروی 20 قسمتی ما خوشتون اومده باشه و کلی به درتون خورده باشه. منتظر ویدیوهای بعدی، واکتروهای بعدی، سریهای بعدی باشید. حتما سریهای بهتر و خفنتر و با کیفیت تر با ادیت پریمیر و با میکروفون بهتر واسه تون میذارم. و خلاصه مرسی که توی این واکترو همراه ما بودید و این ویدیو واکترو هم به همراهی خودتون تمام شد. این هم دست اندر کنن دراک سوزن که دیگه نیاز معرفی ندارن و دستشون هم درد نکنه وقتی این بازی خفنی که سال 2011 ساختن که از فکر کنم خیلی لیاقتش بیشتر از اینا بود و لیاقتش بود کلی جایزه بگیره ولی به هر حال نگرفت و اینا. آهنگ پایانی دراک سولز هم نمیدونم، میترسم کپی رایت داشته باشه، مگر نه خیلی قشنگه واسهتون میذاشتم. با سری های بعدی بدرود.